25مین روز بهمن ماه برابر با 14 فوریه سال 521 پیش از هجرت برابر با 102 میلادی، وادی امپراتور وقت چین با استفاده از فرصت درگیری ایران با رومیان در غرب، یک سپاه 40,000 نفری از نیروهایش را روانه منطقه فرارود کرد که در رویارویی با لشکریان ایران شکست خورده و بسیاری از چینیان به اسارت درآمدند. سال 211 خورشیدی برابر با 833 میلادی، در گذشت ابو محمد عبدالملک ابن هشام معروف به ابن هشام مورخ نامی عراقی. سال 345 خورشیدی برابر با 967 میلادی، در گذشت ابوالحسن احمد ابن بویه معروف به معز الدوله دیلمی، یکی از سه برادر آل بویه که بغداد را فتح کرد و المستکفی خلیفه عباسی را به اطاعت خود درآورد. سال 392 خورشیدی برابر با 1014 میلادی، پاپ بندیکت هشتم در روم هنری دوم از آلمان را به عنوان امپراتور کاتولیک های اروپا انتخاب کرد. سال 714 خورشیدی برابر با 1336 میلادی، در گذشت ابو سعید بهادرخان فرزند و جانشین اولجایتو، آخرین ایلخان مغول در ایران. سال 865 خورشیدی برابر با 1487 میلادی، آغاز سفر بارتولو دیاز، دریانورد و مکتشف نامی پرتغالی و دماغه امیدنیک در جنوبی ترین قسمت از قاره آفریقا. سال 1287 خورشیدی برابر با 1909 میلادی، در گیلان مخالفین محمد علی شاه و عده‌ای از مجاهدین قفقازی متشکل شده و نیرویی را برای مبارزه با وی به وجود آوردند. سال 1323 خورشیدی برابر با 1945 میلادی، شهر درسدن آلمان مورد حمله 772 بمب‌افکن انگلیسی و آمریکایی قرار گرفت و جمعاً 45,000 تن کشته و 90,000 نفر مجروح شدند. سال 1349 خورشیدی برابر با 1971 میلادی، اوپک در مبارزه با کمپانی‌های نفتی پیروز شد و قرارداد جدید نفت امضا گردید. سال 1349 خورشیدی برابر با 1971 میلادی، فرمانده نیروی زمینی آمریکا وارد تهران شده و با محمد رضا شاه پهلوی ملاقات کرد. سال 1356 خورشیدی برابر با 1978 میلادی، سرهنگ هایل مریم سلاسی رئیس دولت اتیوپی اعلام کرد که اتیوپی مدارک کافی در اختیار دارد که عربستان سعودی، ایران، امارات متحده و کویت در اجتماعی در یک سفارتخانه در قاهره تصمیم گرفتند به منظور محاصره اتیوپی زیر نظر آمریکا یک پیمان محرمانه تشکیل دهند. سال 1357 خورشیدی برابر با 1979 میلادی، آدولف دابز سفیر آمریکا در کابل توسط اسلامیست‌ها ربوده و کشته شد.